زندگی نامه شمس تبریزی، آثار و ارتباط او با مولانا چه بود؟ سلام به همه همراهان عزیز کانال تاریخ مشاهیر ایران. من مونا هستم و امروز قصد دارم با شما درباره زندگی نامه شمس تبریزی و ارتباط اون با مولانا صحبت کنم. پس با من همراه باشید. شمس تبریزی عارف پرآوازه قرن ششم و هفتم هجری و استاد مولانا بود. مولوی در محضر شمس حکمت عملی را به شیوهی متفاوت تجربه کرد و دلباخته روش سحر و سلوک او شد. ارتباط این دو به حدی عمیق شد که حسادت اطرافیان مولانا را برانگیخت و تلاش کردند که آنها را از هم دور نگه دارند. روش زندگی شمس تبریزی در تضاد با مردمان عصر خود بود و مولانا دلباخته طریق سلوک عاشقانه او شد. برای اینکه ادامه ویدیو رو با هم ببینیم، زیر این ویدیو با زدن سابسکرایب عضو کانال ما بشید و زنگوله رو فعال کنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید. شمس تبریزی کیست؟ شمس تبریزی در سال 582 هجری قمری در تبریز متولد شد. شمس از اهالی تبریز بود. او از نوجوانی طبعی پارسا داشت و در هنگام بازی با همسن و سالانش از تاس انداختن و قمار دوری میکرد. او در جوانی به عرفان گرایید و در مدت زمانی کوتاه از اساتیدش پیشی گرفت. طبع بلند و روح متعالی او سبب شد که برای یادگیری بیشتر به سفر برود. او به دنبال این بود که با افرادی که از او بیشتر میدانند مراوده کند و از آنها بیاموزد. شمس به مقام منزلت خود آگاهی کامل داشت و اگر کسی او را مسخره میکرد به دل نمی گرفت. شمس تبریزی در 60 سالگی به دنبال کسی می گشت که لیاقت آموخته های او را داشته باشد. به این منظور وارد قونیه شد و مولانای 40 ساله را لایق دانستن گوهر علوم خود تشخیص داد. شغل پدر شمس تبریزی را پارچه فروشی و تجارت در شهر تبریز گفتند. او پدرش را فردی نیک مرد دانسته و تنها ایراد او را عاشق نبودنش توصیف کرده. شمس همانند مردمان عادی ساکن یک جا نبود. او روزگارش را به ریاضت می گذراند و در هیچ شهر و دیاری سکونت نمی کرد. او همواره از جای به جایی در سفر بود. شمس از شاگردان ابوبکر زنبیلباف بود و از او درس‌های بسیار آموخت. شمس تبریزی در محضر ابوبکر روزگار گذراند و از استاد خود پیشی گرفت. او به مرحله ای رسید که درس استاد برایش تکرار بود و دیگر نمی توانست رضایت او را جلب کند و تصمیم گرفت استاد را رها کرده و به سفر برود. شمس در سفرهایش از محضر ابدال و مردان طریقت بهره گرفت. شمس عارف بود و به هر شهری که می رفت اگر آن شهر مکتب داشت مدتی را در آن شهر به مکتبداری می گذراند. او در مکتب و تدریس هیچ پولی دریافت نمی کرد و روزگار خود را از طریق بافتن شلوار می گذراند. در هر شهری که می رفت در کاروانسرا منزل می گرفت و با وجود اینکه عارف و صوفی بود از مدرسه و خانقاه فرار می کرد. شمس خود را تنها می دانست و وقتی از او می پرسیدند چرا در مدرسه یا خانقاه منزل نمی کند می گفت آنها اهل بحث هستند و بحث کار من نیست. او بر این اعتقاد بود که تنهاست و تقدیر او چنین بوده که خداوند او را تنها خلق کند. شمس تبریزی در اغلب اوقات نمد سیاه می پوشید. او حدود یک سال را در یکی از حجره‌های یک مدرسه در حلب گذراند. مردم سادگی او را دوست داشتند اما به دلیل فاصله علمی و شخصیتی او از لحاظ عرفانی که با مردم داشت و زبان سرسخت و رمزآلود شمس باعث شده بود که برقراری ارتباط کلامی او با مردم آسان نباشد. او همیشه در سیاحت بود. شمس در تاریخ 26 جمادی الثانی سال 642 هجری قمری به شهر قونیه به دیدار مولانا رفت. مولانا قبل از دیدار با شمس از علمایی بود که در 4 مدرسه مشهور قونیه درس فقه می‌داد. مولانا از احترام زیادی در نزد بزرگان قونیه برخوردار بود و آنها را در رکابش سر تعظیم فرود می آورد. مولانا بعد از دیدار و گفتگو با شمس بعد از مدتی دگرگون شد.
شخصیت نیرومند شمس بر مولانا اثر گذاشت و او لباس عوض کرد و درس و منبر وعظ را به کنار گذاشت. مولانا از مدرسه دور شد و به موسیقی و رقص سما روی آورد. مردم قونیه که چهره علمی و دینی مولانا را دیدند، با تغییر احوال او در اثر ارتباط با شمس ناراحت شدند. شمس تلاش می کرد مولانا را که به ظواهر دین آراسته بود از خود تهی کند. او به مولانا تعلیم می داد و او را وادار به سکوت می کرد. سکوت یکی از مراحل عرفانی است که با طی کردن آن عارف مرحله جدید از عرفان راه پیدا می کند. شاید طی مرحله سکوت عرفانی در محضر شمس بود که سبب شد مولانا تخلص خاموش را برای خود انتخاب کند. از مردم معمولی تا عالمان دینی و حتی اطرافیان و نزدیکان مولانا نتوانستند حال دگرگون او را تحمل کنند. مولانا به همراه شمس تبریزی در رقص‌های صوفیانه سما شرکت می‌کرد و نزدیکی به خدا را از طریق موسیقی و رقص تجربه می‌کرد. مردم که حال مولانا را درک نمی‌کردند، عامل این تغییر و دگرگونی را شمس تبریزی می‌دانستند و علیه او شورش کردند، چون از نظر آنها این حرکات مولانا شایسته یک عالم دینی گرانقدر نبود. شمس وقتی اوضاع را دید، بعد از گذشت یک سال و نیم همنشینی و دوستی با مولانا، بدون اطلاع او قونیه را ترک کرد و به دیاری نامعلوم رفت. مولانا از فراق شمس شوریده حال شد، گوشه عزلت گرفت و ارتباطش را با اطرافیان قطع کرد. مولانا خانه نشین شد و در را به روی خود بست و تمایل دیدار با هیچ کسی را حتی اعضای خانواده‌اش نداشت. نزدیکان مولانا تحمل حال او را نداشتند و از رفتار با شمس تبریزی پشیمان شدند. سلطان ولد به دنبال شمس رفت و او را پیدا کرد و از او خواست به قونیه بازگردد. مولانا بعد از مدتی نامه ای از شمس دریافت کرد که نشان از حضورش در شام داده بود. مولانا فرزندش را با 20 نفر از اطرافیان برای آوردن شمس به شام فرستاد و شمس با استقبال ویژه‌ای از جانب مولانا روبرو شد. مولانا برای حضور شمس تبریزی محفلی را ترتیب داد که در آن مجلس شور و سما برپا بود و شمس را غرق در شادی حضور کرد. به نظر می رسد هدف شمس تبریزی از سفر و دور شدن از مولانا این بود که با غیبت خود او را به مرحله استغنا از خود برساند و از این طریق شمس درون مولانا را زنده کند. شادی دیدار شمس برای مولانا چندان طولانی نبود. خیلی زود دوباره رفتارهایی که ریشه در حسادت و کینه داشت خود را در قالب آزار شمس نمایان کرد. شمس تبریزی با مشاهده این رفتارها تصمیم به ترک قونیه گرفت. او به مولانا گفت به قونیه سفر کردم و دچار رنج‌های زیادی شدم. حتی اگر قونیه را برایم پر از طلا کنی، هیچ ارزشی برای من ندارد و تنها دوستی توست که برایم مهم است و انگیزه‌ای برای بودن من در قونیه است. اگر این بار رفتم، لطفاً مرا باز نگردان. مولانا پس از دیدار با شمس دستار از سر برداشت و درس و وعظ را ترک کرد. عقاید او تغییر کرد و دیگر اثری از تقدیر و دوزخ در سخنانش دیده نمی شد. او به یک باره تمام تعالیم خود را کنار گذاشت و به شراب و موسیقی روی آورد تا از این طریق خداوند را پیدا کند. زیرا مولانا دیده بود که شمس تبریزی چگونه شراب می نوشد و با موسیقی از خود بی خود می شود. اما در این راه هرگز دچار خطا و اشتباه نمی شد. مولانا فهمیده بود که شمس بدون دوری از دنیا روح خود را پرورش داده و با وجود اینکه با همه افراد امکان نشست و برخاست دارد، هرگز از آنها اثر نمی‌پذیرد. شمس تبریزی نه تنها روی مولانا، بلکه روی تمام افراد خانواده او اثر گذاشت. شمس حتی روی دختر کوچکی که مولانا او را به فرزند خواندگی پذیرفته بود اثر گذاشت و روح و جان او را منقلب کرد. مولانا به دلیل علاقه کیمیا خاتون به شمس تبریزی
آن دو را به عقد هم درآورد. در آن زمان کیمیا خاتون 25 سال سن داشت و شمس تبریزی 60 ساله بود. حاصل این ازدواج یک دختر بود. شمس تبریزی علاقه ای به وصلت با کیمیا خاتون نداشت و به درخواست مولانا تن به ازدواج داد. اما کیمیا خاتون عاشق رفتار و سلوک عارفانه شمس بود. شمس تبریزی در طول دوران زندگی با کیمیا خاتون به او بی‌توجه بود. کیمیا خاتون تلاش زیادی برای جلب توجه شمس از خود نشان می‌داد و هر بار نتیجه عکس می‌گرفت. به گفته منابع، کیمیا در اثر بی‌توجهی و سختگیری‌های شمس هر روز نحیف‌تر شد تا در بستر بیماری افتاد و چشم بر جهان فرو بست. آثار و اشعار شمس تبریزی. شمس تبریزی عادت به نوشتن نداشت و این را خود او در سخنانش گفته است. آثاری که به نام شمس بر جای مانده برگرفته از گفته های شمس است که توسط مولانا و اطرافیان او جمع‌آوری شده و به نگارش در آمده. مجموعه مقالات شمس که موضوع آن سؤال و جواب‌ها و مباحثی است که بین او و شاگردانش رد و بدل شده در این راستا موجود است. این مقالات حکایتی جذاب در دل خود دارد که مولانا آنها را در دور هم نشینی با شمس تبریزی به شاگردانش آموخته و بعد از او مریدانش آنها را جمع کرده و به نگارش در آوردن. موضوع این مقالات در مورد شخصیت و زندگی شمس در قونیه، ارتباط او با مولانا و حکایت‌هایی است که شمس از طریق آنها به مولانا درس آموخته. غزلیات شمس تبریزی و مناقب العارفین از دیگر آثاری است که به شمس نسبت دادند. غزلیات شمس تبریزی یکی از آثار مولانا است که آن را به نام شمس تبریزی ثبت کردند. سرانجام شمس تبریزی چگونه بود؟ منابع در مورد سرانجام شمس اختلاف نظر دارند. برخی بر این عقیده‌اند که شمس توسط سلطان ولد، پسر بزرگ مولانا، کشته شده. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که قونیه را ترک کرد و دیگر باز نگشت. و بعضی دیگر نیز معتقد به غیب شدن شمس از نظرها هستند. برخی هم بر این عقیده‌اند که شمس به صورت درویشی ناشناس به خوی رفت و مدتی را در آنجا ماند و مریدانی در این شهر گرد او در آمدند. به گفته منابع شمس تبریزی در شهر خوی به مرگ طبیعی مرده. به نظر می رسد شمس تبریزی در خوی گمنام نبود. او مدت زیادی را در شهر خوی اقامت داشت. در منابع تاریخی نشانی از مقصد سفر آخر شمس تبریزی از قونیه دیده نمی شود. اما برخی از منابع مزار او را در خوی می دانند. شاید این امر سندی بر این باشد که شمس تبریزی خواسته یا ناخواسته مدت زمانی را در خوی سپری کرده. دکتر محمدعلی موحد نیز در مقدمه کتاب مقالات شمس به مدفن شمس تبریزی در خوی اشاره می کند. این مدفن در محله‌ای به نام محله شمس و کنار مناره شمس قرار دارد. با این توضیحات به نظر می رسد شمس بعد از جدایی از مولانا از قونیه به ایران آمده و در خوی اقامت کرده و مولانا به دلیل بیم جان او توسط اطرافیانش به دنبال شمس نرفته. شمس تبریزی در خوی مانده و همانجا از دنیا رفته. وقوع زلزله در خوی سبب از بین رفتن دیگر مناره های آرامگاه شمس تبریزی شد. آرامگاه شمس تبریزی در خوی از مکانهای زیارتی شهر است که گردشگران و علاقه‌مندان به مکتب شمس و مولانا برای زیارت آن می روند. علاوه بر آرامگاه شمس تبریزی در خوی، او صاحب مسجدی در شهر قونیه است. این مسجد برای یادبود شمس در این شهر ساخته شده. سابقه ساخت مسجد شمس به قرن 13 می رسد. مسجد یک سقف ساده دارد که با یک سقف مخروطی از خارج پوشیده شده. در داخل مسجد مقبره‌ای برای شمس تبریزی ساخته شده که به شکل یک ایوان با طاقی از چوب دیده می شود. این مقبره به مسجد شمس متصل است. بدنه مقبره از سنگ و سقف آن به شکل مخروطی ساخته شده.
تربت موجود در مسجد شمس جایگاه شمس تبریزی بوده و از دیدنی های مسجد و مقبره شمس تبریزی در قونی است. هفتم مهر ماه با عنوان روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم رسمی ایران نامگذاری شده. مرسی از این که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. و برای حمایت از کانال ما حتما ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.